درود بر شما. ما میدونیم که به کمک اسیلوسکوپ میتونیم قطعات رو تست کنیم. من بارها اینا رو براتون تو ویدیوهای قبل گفتم. الان چیزی که رو اسیلوسکوپ میبینید تست یک دیود هست. من این دیود رو خارج میکنم و دوباره جایگذاری میکنم. خب همونجور که تو اسیلوسکوپ میبینید این بخش چیزی عبور نمیکنه. من اومدم به کمک فانکشن جنراتور یک سیگنال 200 هرتز به صورت سینوسی با ولتاژ 10 ولت پیک تو پیک دادم. این دستگاه فانکشن جنراتوره. بس 200 هرتز شکل موج سینوسی با دامنه 10 ولت. حالا این دیود رو بر میدارم. به جاش یه LED میذارم. خب LED هم یک دیوده. دیود نورانیه. دوباره همون حالت رو داره. LED هم روشن شد. حالا میخواییم به کمک اسیلوسکوپ ببینیم که LED چه ولتاژی رو مصرف میکنه. یا وقتی من این دیود رو قرار میدم فوروارد ولتاژ یا ولتاژ روشن شدن این دیود یا ولتاژی که دیود مصرف میکنه تا روشن بشه چقدره؟ یا این دیود زینر چقدر مصرف میکنه تا روشن شه و شکست ولتاژش تو حالت بایس معکوس چقدره؟ همه اینا رو اسیلوسکوپ به ما نشون میده. ولی اول بگم این مدار رو باید چجوری اجرا کنید و چجوری سیگنال جنراتور و اسیلوسکوپ رو بهش متصل کنید. خب این مدار خیلی ساده است. اینجا منبع سیگناله که من از فانکشن جنراتور دارم استفاده میکنم. گفتم 300 هرتز 10 ولت. و از این دوتا سیمای فانکشن جنراتور هستن. یه دونه از پراپ های اسیلوسکوپ رو اینجا وصل کردم و از پراپ یک اینجاست. در اینجا رو میگیریم مثبت، اینجا رو میگیریم منفی. موجم سینوسی یا متناوب. در اینجا قطعه ای که میخوایم آزمایش کنیم قرار میدیم. خب اگر من بخوام با اسیلوسکوپ چک کنم نمیتونم دوتا سیماشو به هم بزنم یا دوتا سیمای فانکشن جنراتور نمیتونه به هم بخوره. پس اینجا یک مقاومت میذارم که جریان رو کاهش بده. این مقاومت 2.2 کیلو گذاشتم. خب این که میشه گراند. سیم دوم اسیلوسکوپ یا پراپ دوم اینجاست. پس اگه من بخوام یک دیود رو چک کنم دیود رو اینجا قرار میدم به این حالت. یه LED رو میخوام چک کنم اینجا قرار میدم. این همین مدار. فانکشن جنراتور به کمک این سیم وارد LED میشه. حالا هر قطعه این سیمی که در اینجاست به این پراب متصله، این سیم به اون یکی پراب متصله که مستقیما به فانکشن جنراتوره. این مقاومت 2.2 از این مسیر برگشته به فانکشن جنراتور. پس من قطعات رو اینجا میذارم در این دوتا پایه. یک بار دیگه مدار رو ببینید. حالا برگردیم به اسیلوسکوپ. الان فرکانس فانکشن جنراتور روی 200 هست. شما میتونید روی 300 هم بذارید، فرقی نمیکنه. بستگی به اسیلوسکوپتون داره که چقدر توانایی داشته باشه. این اسیلوسکوپ کمی قدیمیه و صفحش هم دائم میلرزه، ولی فعلا میتونیم این آزمایشات رو انجام بدیم. من اول چند تا قطعه جایگزین کنم. بس این LED بود. حالا یک مقاومت میذارم، مقاومت 1 کیلو. دامنه ولتاژ کاهش پیدا کرد. مقاومت داره جریان رو کاهش میده. یه LED دیگه میذارم. جهت LED رو برعکس میکنم. کاملا مشخص. یک LED دیگه. پس ما میتونیم به کمک اسیلوسکوپ این قطعات رو چک کنیم و طرز کار اونا رو ببینیم. ولی هدف من این نیست. یک دیود رو جایگذاری میکنم. دیود معمولیه. حالا میخواییم ببینیم این دیود چقدر ولتاژ مصرف میکنه. اینجا که چیزی داره نشون نمیده. اینجا فقط داره شکل موج رو به ما میده.
بستگی به نوع اسیلوسکوپتون شما باید جای این منو رو پیدا کنید. در این اسیلوسکوپ تو بخش هوریزنتال منو اینجا نوشته وای تی، محور وای و زمان. این محور وای و این محور ایکس هست. محور ایکس داره به ما زمان رو نشون میده، محور وای داره ولتاژ رو نشون میده که چقدر ولتاژ در این بخش وجود داره. پس من در اینجا میبرمش رو حالت ایکس وای و تاییدش میکنم. اگر مدل اسیلوسکوپ شما خوب باشه شما این لرزش رو نخواهید داشت. کمی بزرگترش کردم تا بهتر دیده بشه. ما الان تو محور ایکس داریم ولتاژ رو میبینیم. پس این ولتاژ روشن شدن دیود هست. حالا چطوری اندازه بگیریم؟ کرسر، ما در اینجا دو تا میتونیم مکان نما بیاریم. مکان نمای A و مکان نمای B. با این دکمه. تو اسیلوسکوپ شما شاید جاش فرق داشته باشه. اینو میذارم رو صفر. به این عدد دقت کنید. صفر. حالا مکان نمای دوم. کرسر A رو خاموش میکنم، B. جایی که ولتاژ رفته بالا. این دیود معمولی. عددی که اینجا میبینید نوشته 560 میلی ولت، همون عددی که روی مولتی متر موقع تست دیود میخونید. پس من تونستم ولتاژ فوروارد این دیود رو به دست بیارم و شکلش رو هم ببینم. حالا میخوایم ببینیم LED چجوریه. پس این دیود رو خارج میکنم، میخوام این LED رو جایگذاری کنم. خب حالا ببینیم رو چه ولتاژیه. کرسر حالت B. تقریبا نشون میده 2.2 ولت برای روشن شدن این LED لازم. حالا LED رو عوض میکنم. این LED قرمز. جهتش فرقی نداره. سیگنالی که ما داریم به صورت سینوسیه. ولتاژ DC نیست. بس مثبت و منفی رو به هر حالتی بزنید LED روشن میشه. فقط حالت شکل موج فرق داره. برای این نشون میده 1.6 ولت. این حدوداً 2.2 ولت در اینجا دیده میشه. حالا یه دیود معمولی رو میذارم. تقریبا 560. البته این اسیلوسکوپ لرزش زیادی داره. 520. این همه عددیه که رو مولتی متر میبینید. بس این دیود معمولی 520. حالا دیود شاتکی. دو تا پایش رو استفاده میکنم. پای وسط و کنار. خود زوم کنم. 360. حالا یه دیود زینر رو بذارم. قبل از اون یک مقاومت بذارم، مقاومت 1 کیلو. خب همونطور که میبینید داره جریان رو کاهش میده و همونطور به سمت بالاست. حالا این دیود زینر تو بایاس موافق میذارمش. کرسر بی 760 میلی ولت. خب این چیه؟ این هم ولتاژ شکست دیود زینره.
تقریبا داره 1.5 رو نشون میده. مطمئن نیستم که این زینه چند ولته، ولی اینجا تقریبا داره 1.5 ولت رو نشون میده، 1.64. متاسفانه این صفحه لرزش زیادی داره، نمیتونم خوب تنظیمش کنم. حالا دیود رو به صورت معکوس قرار میدم، بایاس معکوس. این ولتاژ فورواردشه و بازم همین ولتاژ شکست هستش. حالا دوباره دیود شاتکی رو میذارم. دقت کنید دیود شاتکی باید مقدار کمتری داشته باشه که کاملا درست. پس ما به کمک قابلیت XY اسیلوسکوپ میتونیم قطعات رو چک کنیم و ولتاژ اونا رو هم ببینیم. دوباره برگردم حالت عادی YT. کرسر رو خاموش میکنم. خب این چیزیه که ما تو حالت عادی میبینیم. این عملکرد دیود شاتکی هست. ممنونم که این ویدیو رو نگاه کردید.